وقتی یه ویروس یا یه بلا به جون شهر بیفته چه جوری میشه از دستش خلاص شد؟ آدم خودش رو ضد عفونی و قرنطینه کنه؟ محیطش رو ضد عفونی کنه؟ چیکار کنه؟ حالا اگه همه چی قرنطینه بشه، اون وقت شهر و محیط زندگی آدما چه شکلی میشه؟ تابلو رو ببینید. سلام، حسن سلچو هستم. خوش اومدید به برنامه این هفته ی آپارات. وقتی شرایط اضطراری غیر منتظره‌ای در عرصه‌های عمومی پیش میاد، مثلا اتفاقاتی مثل شیوع یک ویروس یا زلزله، سیل و یا جنگ‌های شیمیایی، اولین واکنش آدم تلاش برای گریز از آلوده شدن و همطور تلاش برای حفظ بقا هست. اون وقت جهان آدمی شکل غیر عادی و متفاوتی از اون جهانی که میشناخت پیدا میکنه. میشه چیزی شبیه این فیلم های تخیلی علمی، فیلم هایی که اشاره به اتفاقاتی در آینده دارن. تابور فیلم منتخب این هفته آپارات از جمله همین فیلم هاست. این فیلم ساخته وحید وکیلی فر، آقای وکیلی فر فیلمساز اهل کرمانشاه و تحصیل کرده دانشگاه سوره، از نسل جوان مستعد سینمای ایران و در زمره اونهایی هست که سینما براشون ابزاری برای بیان مفاهیم عمیق انسانیه. او شیوه و بیان سینمایی خاص خودش رو داره و نمادگرایی و مینیمالیستی بودن و همینطور فاصله گیری از روایتگری به شیوه معمول رو در فیلمهاش میتونیم ببینیم. وحید وکیلی فر تا به حال چند فیلم سینمایی ساخته و با اون فیلم‌ها حضور خیلی موفقی هم در جشنواره‌های جهانی داشته، از جمله همین فیلم تابور که جزء 10 فیلم برتر اکران نشده در سال 2013 در جهان بود به انتخاب وبسایت معتبر این دیوایر. فیلمساز جوایز مختلفی رو هم با این فیلم ویژه‌اش کسب کرده. فیلم تابور رو ببینیم که خیلی مناسب حال هوای این روزا هست، بعد درباره‌اش کمی حرف می‌زنیم. تابور رو دیدیم، ساخته وحید وکیلی فر. این فیلم تصویری هست از انسان میرا در جهانی سرد و پر از فاصله. فیلم روایت ماجرای یه سمپاش یا به اصطلاح کسی هست که کارش از بین بردن موجوداتی ویرانگر و ناشناخته است، اما خودش هم در معرض از بین رفتن قرار داره و دائم میخواد خودش رو از محیط بیرونیش محافظت کنه. با این حال بیماری او هم تشدید میشه. فیلمی کاملا مینیمالیستی که در اون فیلمساز با دوری از شیوه رایج قصه‌گویی در سینمای عامه‌پسند
سعی کرده تنهایی وسیع انسان به دام افتاده در یه موقعیت رو به تصویر بکشه. در تابور فیلمساز ما رو با یه نوع دیگه از بیان سینمایی و تصویری در ایران آشنا میکنه. فیلم حول یه شخصیت متمرکز شده و با همین شخصیت هم در فضای فرمالیستی پیش میره. در این فیلم بیان سینمایی از طریق فرمهای تصویری و نشانه ها در اولویت قرار داره. تابور اشاره‌ای به زمان و مکان خاصی برای قصهش نداره، اما پر از نشانه های سمبولیک هست. نشانه ها و اشاره هایی که به تعداد مخاطبان اثرش میشه براشون تفسیر قائل شد. از نام فیلم گرفته تا چیزهای دیگه، در فرهنگ اساطیری تابور یعنی ناف زمین، یا به عبارت دیگه جایی که روح آسمون به زمین وارد میشه. فیلمساز در این فیلم نگران فراز و فرودهای دراماتیک برای پیشبرد قصهش نیست و به همین دلیل هم تابور فیلم خاصیه که دیدنش به خصوص در قاب کوچیک تلویزیون بسیار متفاوت از اون تجربه‌ای هست که شما ممکنه برای پرده سینما داشته باشید. از این نوع فیلم‌ها در سینمای ایران کمتر نمونه مشابهی رو سراغ دارم. از طریق راه‌های ارتباطی که اینجا داره زیرنویس میشه، شما برامون بنویسید که فیلم رو چطور دیدین و چقدر تونستین باهاش ارتباط برقرار کنید. فرصت برنامه تموم شده. مراقب سلامت خودتون و دیگران باشید. تا هفته آینده، بدرود.